دوستان عزیز، عصر روز یکشنبه است و طبق وعده‌ای که برای شما عزیزان داریم، روزهای یکشنبه بحث ما در رابطه با روانشناسی سالمندان عزیز است. امروز یک مقدار متفاوت‌تر برای شما عزیزان صحبت می‌کنم و بحثی که امروز قرار است برای شما عزیزان تقدیم شود، فکر می‌کنم برای همه ما و شما فرقی نمی‌کنه، پیری یا جوان، می‌تونه مفید و پر اهمیت واقع شود. عزیزان، مرگ یکی از سرنوشت‌های محتوم و نامعلوم همه ما و شماست، ولی انسان ها به غیر از دیگر موجودات تنها موجوداتی هستند که آگاهی کامل از میرا بودن خودشان دارند. فرقی نمیکنه چه سبک زندگی دارین، چقدر مرفه زندگی میکنین، چقدر در مشکلات هستین، به هر حال مرگ میشه گفت که تنها سرنوشتی هست که در زندگی همه انسان ها میتونه یکسان باشه و بالاخره اتفاق میفته. وقتی به زندگی یا مرگ یک شخصی میبینیم یا متوجه میشیم، این حقیقت دوباره در ذهن ما پرورش و میده و ما را آگاه میسازه که یک روزی مرگ هم در منتظر ما هست و ما را به کام خودش میکشه. این موضوع در همه افراد میتونه جلوه عادی داشته باشه، ولی در زندگی سالمندان عزیز یک مقدار بیشتر مورد تمرکز قرار گرفته و یا به عبارت دیگر باید گفت که وقتی شخصی وارد دوره سالمندی میشه، بیشتر در رابطه با مرگ اندیشه میکنه، تفکر میکنه، چه بسا گاهی این اندیشه ها و تفکرات همراه با یک سری ترس هست. حالا این ترس میتونه چه دلایل و عواملی داشته باشه، برای شما از آن صحبت میکنیم. بیننده برنامه خودتون باشین، در رابطه با مرگ اندیشی در سالمندان عزیز برای شما از آن صحبت میکنیم و امیدوار هستم که به او چند گزینه‌ای که در ذهن همه ما و شما در پیوند با مرگ سوال مطرح شده به جوابش برسیم. مهمان گرامی ما، چهره دوست داشتنی و همیشگی برنامه ما در روزهای یکشنبه، آقای باریزی هستند و به اتفاق ایشان این صحبت مهم خدمت شما عزیزان تقدیم خواهد شد. آقای باریزی سلام بر شما، خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام کوثر محبت، من هم جناب آقای حسینی خیلی خوشحال هستم که بازم در یک برنامه دیگر در خدمت عزیزان قرار دارم و از خداوند متعال خوانی این مسئله هستم که همیشه لباس عافیت بر تن تک تکشون باشه. بله، زنده و سلامت باشین. تشکر، سپاسگزارم از حضور شما. بحث در رابطه با مرگ اندیشی در سالمندان است، یک واقعیت مؤلفه‌ای که در زندگی همگی اتفاق میفته، دریا زود زاره ولی سخت و سوز نداره. بله، اگه موافق باشه از خود واژه مرگ صحبت ها رو شروع کنیم که دقیقاً مرگ چگونه یک پدیده ای است. آقای بایزش، هبالیسینا بسیار زیبا در مورد مسئله صحبت میکنه، میگن که از قعر گلیسیا تا اوج زحل، کردم همه مشکلات گیتی را حل، اربن نهاده شد به جز بند عجل. خب میگم من گشتم، تحقیق کردم، جستجو کردم، پیدا کردم که راز موفقیت یا راز زندگی در این کائنات چی است، اما هیچ وقت پیدا نکردم که واقعا این عجل چی است و این عجل چگونه به طرف انسان همه در مورد مسئله به صورت مکمل هم غافل بودم، عاجز ماندم. و دیگه اگر بیایم در تاریخ بشریت انسان ها رو مورد مطالعه قرار بدیم، هیچ فرد نیست که از مرگ به صورت مکمل فرار کرده باشه و گویا تسلیم به مرگ نشده باشه، چون به دلیلی که مرگ از جمله حقیقت های برنامه های زندگی است، یک حقیقت است که بالاخره به وقوع میپیونده و زمانش هم فرا میرسه. خب امروز در مورد مرگ انسان ها را معمولا این گونه بس میکنیم که انسان موجودی هست که از یک مولکول شکل گرفته، از یک عضو شکل گرفته، از یک سلول شکل گرفته، از یک جسم و از یک روح شکل گرفته، اما زمانی که مرگ به طرف انسان ها میاد، روابط اینا با جسم انسان ها به صورت مکمل هم قطع میشه. در اینجا ها یکی دیدگاه عقیده است در مورد مرگ بس میکنه و یکم دیدگاه علمی است در مورد مسئله صحبت میکنه. دیدگاه عقیده در مورد مرگ این گونه صحبت میکنه، میگه مرگ به پدیده گفته میشه وقتی که به طرف انسان ها میاد، رابطه جسم با رابطه روح به صورت مکمل قطع میشه و اینجا ها انسان ها در یک عالم زندگی میکنه که تحت عنوان مسئله مرگ مورد بس قرار میتن. هم علم در مورد موضوع صحبت میکنه، میگه مرگ به پدیده گفته میشه زمانی که به طرف انسان ها میه، رابطه پنجواس به صورت مکمل با جسم انسان قطع میشه، وقتی قطع شد اینجا ها مرگ اتفاق میفته. خب امروز معمولا واژه مرگ نظر به فرهنگ و نظر به نگرش هر فرد به صورت مکمل هم فرق میکنه، چون امروز در هر فرهنگ و نگرش ها مرگ رو متفاوت بررسی کردن و مورد مطالعه قرار دادن. در اصلاحات یا نگرش های دینی، دین مبین اسلام، خب معمولا ما به این باور هستیم که زنده شدن بعد از مرگ یک امر حقیقی است و انسان ها بعد از مرگ زنده میشن و نسبت به موضوع ما مرگ رو پایان حیات مورد بس قرار نمیتیم و نمیگیم که با مرگ به صورت مکمل زندگی ختم شد، به دلیلی که زندگی دیگر هم میگیم انتظار ما را میکشه. اما از دیدگاه ماتریالیستی یا مادهگرایی اینها به این باور هستن که نه، مرگ نقطه آخر پایان زندگی است، به مجرد که انسان ها از بین میره ماموریت خود به صورت مکمل قطع تمام میکنن و هیچ دیگه اینها با برنامه زندگی داد و معامله نمی داشته باشن و مرگ به طرف از اینا است و اینا را بردن
معنی هست. در بعضی از ادیان برتر که در جهان هست امروز باز هم اگر مرگ مورد مطالعه قرار بدهیم، بعض از ادیان به این باور هستند که به انسان‌ها یک دید نباتی را دارند که میگه به مثابه نبات هست انسان‌ها، وقتی که در روی زمین اگر به مثابه یک نبات ماموریتش ختم میشه نبات دیگه پس دوباره اینجا عرض اندام میکنه، میتونه فعالیت‌های خود را مکمل انجام بشه با جاذبه. اینا به این باور هستند. خب معمولا پس ما از این دیدگاه‌ها این گونه برداشت کردیم که انسان‌ها در طول تاریخ بشریت معمولا به مرده‌های خود احترام گذاشتن و مرده‌های خود را همیشه مورد قدر قرار دادن و مرگ را یک تجربه کردن که مرگ تحت عنوان مسئله حقیقت است، که این دغدغه و این ماجرا را در لابلای مرگ مورد تفسیر و بررسی قرار میدیم. بله، تشکر و سپاس. نگرش مرگ از کجا سرچشمه گیره آقای بارکزایی؟ خب خیلی از افراد در طول زندگی خود شاید حالا بارها اتفاق میفته که یک بار در مورد مرگ تعامل و تفکری داشته باشه. این نگرش ها از کجا سرچشمه؟ سلامت باشه. کودکان معمولا زیر 5 ساله که قرار دارن، اینا از لحاظ روند تفکر خود در سطح تفکر ایسی و حرکی قرار دارن. تفکرات ایسی و حرکی بر مبنای این موضوع است که اون چیزی که در سایه 5 واس از اینا می بر از اینا معنا داره و چیزی که سایه 5 واس از اینا دور شد بر از اینا معنا نداره. مفهوم یا واژه خود مرگ در پایین از 5 سال اصلا هیچ معنی نداره و اینا نسبت به مفهوم واژه مرگ چیز آگاهی ندارن که مرگ یعنی چی است، چی گونه است، به طرف انسان چی گونه میه، نسبت به مساله به صورت مکمل هم ذهن خالی هستن. وقتی کودکان پا در سن 5 میگذاره، وقتی که بالای 5 قرار میگیرن، تفکرات پیش عملیاتی در ذهن از اینا حضور پیدا میکنن. زمانی که پیدا کرد، اینا نسبت به نگرش مرگ این گونه فکر میکنن که مرگ سرانجام یک جدایی است. مرگ زمانی که به طرف انسان میه، انسان ها را عجب میچینه و بالاخره انسان ها با دیگران جدایی خود را حاصل میکنن. اما زمانی که انسان ها در سن 9 سال میرسن، نسبت به مرگ یک نگاه نباتی پیدا میکنن. زمانی که اینها با تفکرات انتزاعی نسبت به جهان بیرونی نگاه میکنن، میگه در طبیعت هر آن چیز نو میشه. وقتی که فصل نو میشه، سبزه ها نو میشه. وقتی که سال نو میشه، پس دوباره سبزه ها میروه. انسان ها با مسابقه یک نگاه نباتی انسان های هستن، میرن و جاشون انسان های دیگه میان. اما وقتی که انسان ها به تفکرات عالی بالا میرسن، بعد از سال های 12 زندگی تا سال های 16، اینا نسبت به مرگ اندیشی واقعیت های موضوع رو پیدا میکنن که مرگ امو نقطه پایان حیات زندگی انسان ها بوده. میتونه وقتی به طرف انسان ها آمد، انسان ها رو به صورت مکمل میچینه و برطرف میسازه. خب معمولا این اندیشه ها یا این نگرش ها از دوران کودکی سرچشمه گرفت و در دوران بزرگی با ما موجود بود. خب متاسفانه که ما بسیاری اوقات نگرش های مرگ رو به صورت مکمل نمیپذیریم، به دلیلی که انسان هستیم، غرایز زندگی در وجود ما خیلی میلان داره و این غرایز زندگی همیشه زمینه را مساعد میکنه که غریزه های مرگ را تحت تاثیر خود قرار بده و مشتقات مرگ را همواره خونسا میکنه. و اگر غریزه زندگی نسبتا ماهیت خود را از دست داد، باز غریزه مرگ اینجا به صورت مکمل هم تبارز پیدا میکنه. در پروسه حوال انسان ها زمانی که نسبت به مرگ عزیزان خود اطلاع حاصل میکنن، به صورت مکمل انکار میکنن. چرا؟ زمانی که دفعه برای کس اول میتن که آقایکس را خداوند رحمت کنه از جهان رفت، به یک بارگی انکار میکنه. نه بابا، من یک هفته پیش دیدمش، بر در حالی که خیلی جرب و صحتمند بود، هیچ مشکلی نداشت. چون به دلیلی که غریزه برنامه های زندگی آنقدر در وجود از این میلان داره که هیچ فرصت برای این نمیگذاره که نسبت به مرگ آقایکس یک بارگی فکر کنه. به صورت در گام اول این زمینه را برای انکار موضوع مساعد میسازه که بالاخره از مساله به صورت مکمل انکار کنه. در گام دوم خشم ایجاد میشه. زمان خشم ایجاد شد و یک بارگی ناراحت میشه، میگه خب این آقا هکسه که بنده خدا فوت کرد، چرا آخر با این همه زحمات فرزندانش که در روی زمین موند علت مسئله در چی بود؟ این نسبت به خود نسبت به خشمگینی رو در خود ایجاد میکنه. این پروسه در وجود انسان ها نگرش پیدا میکنه. پروسه سوم میاد تحت عنوان موضوع که در اینجا چانه زنی ها انسان شروع میکنه. میگه ای کاش پیش از اینکه آقا ایکس وفات میکرد، من یک دو هفته دیگه پیش از اینا میرفتم. خدای چی میشد من اون نظر نیاز را کردم، اما از بین رفت. آقا ایکس چرا از بین رفت؟ نباید از بین میرفت. این نسبت به مثلا چانه زنی های خود را شروع میکنه. در پروسه چهارم میای زمینه برای افسردگیش مساعد میشه و یک بارگی ناامید میشه که آخر دلیل این مرگ چی بود. اینجا زمینه برای ناراحتیش مساعد میسازه. در پروسه پنجم زمینه برای امپذیری پیدا میشه که به صورت مکمل میپذیره که نه واقعا آقا ایکس جمله دوستان ما بودن که اینا سرانجام وفات کردن، از بین رفتن. نگر شاید در دوران کودکی ایجاد شد. وقتی که انسان ها در بزرگی رسید، نسبت به نگرش مرگ این انکارها را در خود داشت. در آخر پروسه پنجم زمان که رسید، باز می قبولان که بله، مرگ هم موجود بود. بسیار خیلی زیبا تعبیر داشتین واقعا. خواهش میکنم. اگر سری بزنم به هر جامعه و جامعه مختلف در رابطه با مقوله مرگ یک بررسی داشته باشم، پژوهشی داشته باشم، قطعا میشه گفت که این دیدگاه ها میتونه متفاوت باشه. بجوز. شیوه زندگی، شرایط و عواملی که در یک جامعه وجود داره میتونه تأثیر گذار باشه بر این که نگرش ما را نسبت به مسئله مرگ بیشتر بسازه یا این موضوع رو در وجود ما کاهش بده. بدون شک جناب آقای حسینی، معمولا در گام اول هم پیرامون مسئله یک اشاره داشتیم که مرگ معمولا از دریچه های
خود نگرش فردی و فرهنگ یک جامعه تفسیر میشه و هر کس از دو مرگ اندیشه ها یا نگرش های خود را می داشته باشه. خب معمولا ما در بستر افغانستان بیشتر صحبت میکنیم و مرگ اندیشی هم در جامعه خود نسبت به سالمندان در سرزمین خود افغانستان داریم. در اینجاها چند موضوعی است که مرگ اندیشی را نسبت به ما کم استراب حوال یا کم ترساور برای ما ایجاد کرده و ما نسبت به ماهیت مرگ خیلی نگران هستیم و می ترسیم. این ترس هم در وجود جوانان ما موجود است و هم در وجود سالمندان ما موجود است. چند دلیل در کار است. دلیل اول معمولا بعضی از آموزه های دوران کودکی که از مبنای بسترهای دینی برای ما گفته شد از طرف افراد گفته شد که اونا نسبت به مسئله صاحب نظر نبودن، اینا آموزش های دینی را سینه به سینه از بزرگان خود حکایت کرده بودن، نقل کرده بودن، اینا یاد گرفته بودن، آمدن به یک بارگی تحت عنوان مربی یا استاد در مقابل ما قرار گرفتن، بعضی چیزها را برای ما اینجا فهماندن، اما در حالی که اینا را تحت عنوان پروسه های تجربی یا تحت عنوان برنامه های علمی برای ما تقدیم نکردن، ما را نسبت به ماهیت مرگ خیلی ها نگران ساختن، از ما حساب کتاب های بسیار بزرگ را به جا گذاشتن، از ما مارها و گژدم های را به جا گذاشتن، از ما بعض آلت ها و محرکات زننده را ایجاد کردن. خب اینجا این تصاویر در ذهن ما ثبت شد، زمانی که تصاویر در ذهن ما ثبت شد این تصاویر با دوران بزرگی ما ربط بسیار اساس را داشت و ما نسبت به ماهیت مرگ همیشه نگران بودیم و ترس بودیم و ترسمون نسبت به این مسئله بود. این نکته اول موضوع بود. در نکته دوم معمولا در هر جامعه بشری خب مرگ نسبت به نمادهای همون جامعه تفسیر میشه. در سرزمین ما افغانستان چون کشور جهان سوم است امروز ما نسبت به بعض برنامه‌ها مشکلات خود را داریم، در هم برنامه‌های مرگ هم بعض مشکلات خود را داریم، به دلیلی که اینجا خود شهردار کار خود را کرده نمیتونه، اتحادیه های قومی هم شما ورده بس است، فامیل ها میتونن به خودی خودی موضوع را بگیره. خب معمولا قبرستانی ها نسبتا شخصی است، در بعضی جاهایی است که قبرستانی ها خیلی مورد توجه قرار نمیگیره. اینجا قبرستانی زمان به صورت مکمل هم نگاه میکنیم وضعیتش و حالتش، این برای ما یک ماهی نگران کننده است و ما را نسبت به آینده مرگ ما به صورت مکمل هم میترسانند. نکته سوم معمولا جنازه ها را زمانی که در کوچه ها و خیابان ها عبور میکنن بیشتر اوقات در تلاش از این مساله هستیم که را پیاده باید تا قبرستان ببریم، به دلیل که ثواب از این موضوع خیلی بیشتر هست. اینجا زمانی که در مسیر راه میرن این نگاهایی که بچه های کودک به موضوع داره و بزرگان هم برایشان میگه که شما سر دستتون رو در سرتون بگیرین تا سایه جنازه در سر شما نیفته که سرانجام شما به این جنازه مبتلا نشین و شما فردا نمیرین. این باعث ترس موضوع میشه که ما نسبت به مسئله به صورت مکمل هم ترس داشته باشیم. نکته چهارم در هم برنامه های زندگی بسیاری اوقات ما ارزش های معنویت به صورت مکمل هم به جا ناوردیم. ما نسبت به مسئله ماهی نگرانی در خود داریم، ما عبادت رو خوبتر به جا ناوردیم، ما حق شهروندان رو به صورت مکمل سلب کردیم، ما کمی و کاستی ها رو در خود به صورت مکمل هم داشتیم، ما نگران نسبت به این مسئله هستیم که در آخرت این حساب کتابی که با ما موجود است چی گونه این بله عذاب دوزار مرمی که چی گونه توانست که اینا رو یکی پسر هم به صورت مکمل هم تطبیقش کرد. اینجا سرانجام زمینه برای این مسئله مساعد میشه که ما نسبت به مرگ هم نگران باشیم. و نکته اخیری که در باب موضوع هست، هرگاه یک ماهیت یا فهم مرگ در کانون خانواده ها مطرح میشه از طرف کانون خانواده ها به یک بارگی سرکوب میشن بچه ها که این بس رو بسته کنین، مرگ چی معنی داره. خب بالاخره زمان کامل به طرف انسان ها میه. پروسه مرگ اندیشی هیچگاه در جامعه در کانون خانواده ها مورد بس قرار نگرفتن که ما مرگ رو به صفت یک حقیقت مورد بس قرار بدیم که در هر مقطع زمانی میتونه به طرف انسان ها بیه، هم در دوران کودکی، هم در دوران جوانی و هم در دوران سالمندی. اینا جمله موضوعات هستن که نگرش مرگ رو نسبتا زننده ساخته. بله سپاسگزاری میکنم آقای باریکزای عزیز، تشکر. اگه موافق باشید که میان برنامه رو ببینیم و بعد از اون ان شاء الله در خدمت شما خواهیم بود. دوستان عزیز تشکر از توجه شما عزیزان. صحبت ها همچنان در رابطه با مرگ اندیشی در سالمندان عزیز وجود ادامه خواهد داشت. از شما از آن دعوت میکنم که میان برنامه رو ببینین و بعد از اون انشالله شاهد بخش دوم برنامه ما هم باشید. دوستان عزیز مجددا خوش آمدین و تشکر از اینکه همراه برنامه روی خط زندگی هستن. بحث در رابطه با نگرش در مورد مرگ است و ای که در این اندیشه در خیلی از جوانان، میانسالان و سالمندان دیده میشه. حالا بحث اصلی در رابطه با سالمندان عزیز، وقتی شخصی وارد دوره سالمندی میشه بنابر چه دلایل و شرایطی موجب میشه که نگرشش و افکارش بیشتر متوجه مقوله مرگ باشه، دلیل یه اصل چه چیزی میتن در جامعه ما باشن؟ آقای سال باریکزای در خدمت شما هستیم. صحبت در رابطه با سالمندان هست، چرا وقتی شخصی حالا پا به عرصه سالمندی و پیری میگذاره بیشتر ذهنش معطوف میشه به پدیده مرگ، دلیل یه امر چی هست؟ سلامت باشه. خب معمولا سالمندان نسبت به افراد دیگه از مرگ حراس یا ترس نسبتا کمتر را در خود می داشته باشن، چون به دلیلی که چند دلیل در کار هست و اینا را خدمت عزیزان هم روشن می سازیم. و خب مرگ در ذات خودش یک پدیده هست که وقتی که انسانان نسبت به موضوع مرگ می اندیشن
خب این گونه فکر میکنه که گویا زندگی به صورت مکمل ختم شد و دیگه سرانجام حساب کتابی که در اونجا مورد بحث است اونجاها باید است به صورت مکمل هم انجام بدیم. خب نسبت به ماهیت مرگ هیچ کس رضایت نشان نمیده و هیچ کس مرگ را هم خوش نداره و هر کس نسبت تلاش موضوع است که اضطراب و ترس در خود داشته باشد. اما این ترس ها و اضطراب بیشتر در دوران سالمندی ناشی از چند موضوع است. در گام اول معمولا سالمندان نسبت به خود مرگ از شرایط مرگ خیلی ها میترسند و این شرایط برای اینا خیلی دشوار و زننده است. در شرایط چند چیز مورد بحث است. سالمند توانایی جسمانی خود را نسبتا از دست داده، نگران از این موضوع هست که من اگر خدای نکرده از جای بیفتم این افتادگی که نصیب من میشه جسم مرا آسیب میزنه و مرا زمینه را برای این مساعد میسازه که من در بستر خواب چندین روزها باید از بخوابم. زمان ما در بستر خواب میخوابم کیها میان از من مراقبت میکنند، مشکلات ما را به صورت مکمل حل میکنند و من زمانی که در اینجاها به صورت مکمل تنها میمانم این تنهایی خیلی برای من رنج آور است و مرا به مشکلات مواجه میسازه. این نکته زمینه را مساعد میسازه که نسبت به موقعیت مرگ خیلی ها هم بیاندیشه و هم نسبت به موضوع نگران و اضطرابات را خود داشته باشه بره. چون این مسئله یک حقیقت است که در بین سالمندان همیشه مورد تجربه قرار گرفت. نکته دوم زمانی که سالمندان در سن سالمندی میرسن خب نسبت به یک جوان امید خود را نسبتا از دست میدن چون اینا نسبت به برنامه های آینده کدام امیدواری موجود نیست، اما یک نوجوان نسبت به برنامه زندگی خیلی امیدواری ها موجود است. پروسه جوانی هنوز مانده، پروسه میانسانی مانده و دوره سالمندی به صورت مکمل هم مانده. اما زمانی که سالمند در سن سالمندی میرسه امیدش نظر به یک جوان به صورت مکمل قطع است. اگر اینجا یک مریضی خردریزی هم آید حالش میشه این مریضی را اینگونه تحلیل میکنه که گویا این مریضی سربل علاج است که هیچگاه علاج نمیشه، مرا مشکلات مواجه میسازه و زندگی مرا به پایان میرسانه، مرا دچار مشکلات میسازه. این نکته هم باعث این مسئله میشه که نسبت به موقعیت مرگ کم بیندشه و اضطرابات و نگرانی ها را نسبت به خود خیلی حاجا بتن. نکته سیوم معمولا سالمندان نسبت به آینده ها این گونه نگران هستن که این سالمندی که به طرف مومن ما از لحاظ برنامه فکری از لحاظ برنامه جسمانی توانایی را به صورت مکمل از دست میتیم، کیا هستن که از ما مراقبت های بسیار خوب را داشته باشن اما در حالی که مراقبت های خوب را از ما کسی نمیداشته باشه ذات مراقبت های خوب را نداشت. تعتیمون از این موضوع هست که ما باید مشکلات رو به صورت مکمل تنها خود ما بکشیم و ما از عهده مسئله به صورت مکمل بیرون آمده نمیتونیم. اینجا زمینه مساعد میشه نسبت به موقعیت مرگ بیندشه و نسبت به موقعیت مرگ کم هم اینا نگران باشن. نگرانی چهارم از اینا نسبت به همر موضوع این است که ما در همر برنامه زندگی یک زوج بودیم که با هم زندگی کردیم و خدایا اگر مرگ رو مساعد میسازی برای زوج ما همزمان مساعد بساز تا ای که ما شاید مرگ یکی دیگر نباشیم. اگر یک جوان زوج رو از دست میده برای زیاد آسیب آور نیست، ولی در حالی که اگر سالمند همسر خود رو از دست میده یک زوج دیگه خود از دست میده اینجا آسیب های بسیار زیاد را اینا از لحاظ بود روانی تجربه میکنن. یکی از نگرانی های ترس هم این موضوع است که نیا نسبت به ماخت مرگ میاندیشن و نسبت به ماخت مرگ هم فکر میکنن. نکته بعدی بعضی از وابستگی ها در برنامه های زندگی است و وابستگی ها هم زمینه را برای این موضوع مساعد میسازن که ما نسبت به ماخت مرگ کمی ها بترسیم و نگران نباشیم. در وابستگی ها معمولا در زمانی که ما زنده بودیم خیلی کارها را انجام دادیم، در بود اجتماعی همیشه ضرر هایی را برای دیگران رساندیم و سعی کردیم حق دیگران را همیشه تلف کنیم، خود را صاحب بعضی موقف و مقام هایی بسازیم. وقتی مقام های ساختیم هر روز گذشت وابستگی ما نسبت به مسئله خیلی بیشتر ساخت. حالا نسبت به فرزند خیلی وابسته هستیم، نسبت به ملک قانون خانواده خیلی وابسته هستیم، نسبت به برنامه اقتصادی قانون خانواده خیلی وابسته هستیم، نسبت به جایدادها و شرایطی که در قانون خانواده است به صورت مکمل وابسته هستیم. ما نسبت به این مسئله خیلی نگران هستیم. حالا وقتی که مرگ به طرف ما آمد این همه چی میشه؟ وقتی که نمد چی شد از یک طرف حساب رو من بتم، از طرف دیگر این همش مربوط به بچه‌ها شوه اینا بهتره استفاده کنه. اینجا زمینه برای این موضوع مساعد میسازن که نسبت به موقعیت مرگ کم بیندیشن و نسبت به مسئله هم نگرانی را در خود داشته باشه. این مسئله هم آسیبزا هست برای یک سالمند خیلی هایی را نگران میسازه. یکی از نگرانی هایی که معمولا سالمندان این را مورد بس قرار میتن شرایط زندگی دیگه مطابق مایل از اینا نیست، بدل از مطابق مایل از اینا نیست که اینا در یک دوره زندگی میکردن، دوستان از اینا با اینا بودن، اطرافیان از اینا با هم بودن، اینا با هم سن و سالهای خود بودن، دید و بازی داشتن، خنده داشتن، بس داشتن و همیشه زندگی را بالذاتش خوبش تجربه میکردن. حالا هر روزی که میگذره بعض از دوستای خود را اینا از دست میدن. زمانی که از دست میدن اینا هم نگران هستن که لیست ما هم گویا آماده شده که فردا نوبت ما خواهد رسید، ما هم باید با جهان به صورت مکمل خداحافظی کنیم و با جهان ودا باید کرد. اینا شرایط هایی هستن که زمینه رو مساعد میسازه که یک سالمند هم بتونه افسردگی ها و هم اضطرابات رو تجربه کنه و هم نسبت به موقعیت مرگ کمی ترس در خود داشته باشه. بله سپاسگزاریم. حالا این شرایط هر گونه ای که باشه آقای بارزی به هر نحوی که یک شخص سالمند فکر میکنه در رابطه با مرگ بلا ترس باشه یا نباشه ممکن هست که سلامت روانی یک سالمند تحت تاثیر خود قرار بده یا خیر؟ سلامت باشین. ببینین این پیامدهای ازیره ما در کجاها مورد بحث قرار میدیم. یکی خب مسئله سلامت روان است. سلامت روان انسان ها همیشه تحت عنوان شادی و نشاط انسان ها بوده میتونه. ما هر قدر که نسبت به برنامه های زندگی امیدواری در خود داریم، هر قدر نسبت به برنامه های زندگی خوشحال هستیم، هر قدر نسبت به برنامه های زندگی اصلا یس رو به صورت مکمل از دست دادیم، اینجاها ما لذت رو بیشتر تجربه میکنیم و اوقات زندگی خیلی خوب تر سپری میشه.
هر یک پدیده ای هست که نسبت به موضوع زمانی که نگاه کردیم و اون شرایط هایی که قبلا هم اشاره کردم میام یکی بسر هم در ذهن ما خطور میکنه بررسی میشه، اینجا زمینه را مساعد میسازه که سلامت روان ما به صورت مکمل برچیده شود. زمان سلامت روان ما برچیده شد، زمینه ها برای یک سلسله افسردگی ها مساعد میشه. ما حالا به صورت مکمل به افسردگی بسر میبریم. یک نکته است، از لحاظ بود اجتماعی هم آسیب ها و ضرر های خود را به صورت مکمل هم داره. به دلیل چند مسئله است، وقتی که مرگ به طرف انسان ها و انسان ها نسبت به مرگ خیلی می اندیشن، وقتی که اندیشه دیدن از مرگ هیچگاه لذت برای انسان ها پیدا نمیشه، بلکه زمینه را برای استرابات و ترس انسان ها خیلی مساعد میسازه. وقتی که ترس مساعد ساخت، اینها همیشه از روابط اجتماعی به صورت مکمل کاسته میشه. وقتی روابط اجتماعی از اینا کاسته شد، زمینه انزوا طلبی برای اینا گماشته میشه و اینا به صورت مکمل در حالت انزوا به سر میبرن و کوشش میکنن که همیشه از جمع به صورت مکمل اینا دور شون. نکته سیان که معمولا بعضی از فعالیت های اجتماعی هست که ما در فعالیت اجتماعی ما همیشه مطابق یک انگیزه ها فعالیت اجتماعی خود را پیش میبریم. فعالیت اجتماعی ما بر مبنای امیدواری آینده زندگی ما است، اما هرگاهی که نسبت به موضوع ماهیت مرگ میاندیشیم، خب دیگه نسبت به مثلا نگران هستیم. وقتی که نگران هستیم، این فعالیت اجتماعی رو به صورت مکمل هم نداریم. این در حوزه اجتماعی هم بود که بالای برنامه اجتماعی ما تاثیر گذاشت. حالا میایم در حوزه بیداشتی، خیلی تاثیرگذار است و در حوزه بیداشتی هم میتونه سلامت زندگی ما رو به صورت مکمل هم تهدید کنه. اونایی که به مرگ خیلی میاندیشن، به سلیقه ظاهری اصلا رسیدگی کردن نمیتونه، مواخله بیشتر میشن، لباس ها نسبت خیلی کثیف میشه، بدن رو راستا ساخته میتونن، دچار مشکلات میشن. بعضی مریضی هایی که به طرف از اینا مینار به مشکلات مواجه میسازن، این آسیب هایش در چند مورد بود خدمت ازان تقدیم کردیم. بله، سپاسگزاری میکنیم. آقای باریکزای، در لابلای صحبت هایتان اشاره داشتیم به موضوع ترسی که وجود داره در وجود سالمندان عزیز و همراه با این ترس یک سری مشکلات روحی روانی دیگری حالا حتی جسمی آیده حالشان میشه. بله. شما از مشکلاتی که میتونه در زندگی اجتماعیشان تاثیر بگذاره صحبت کردین، اما در وجود یک سالمند این ترس میتونه با چه علایمی همراه باشه که ممکن در بعضی از شرایط یک زنگ خطری برای اطرافیان باشه؟ سلامت باشید. این دو علایم بسیار خوب رو در سالمندان ما همیشه داره. معمولا این استرابات یا ترس از مرگ دو علایم رو در سالمند ما ایجاد میکنه. یکی علایم ذهنی است، یکی علایم رفتاری است. در امر برنامه های ذهنی معمولا سالمند ما رو به صورت مکمل مصروف میسازه. زمان سالمند ما به صورت مکمل مصروف شد، انزوا را ترجیح میده که در انزوا به صورت مکمل به سر بره. زمان در انزوا به صورت مکمل به سر برد، همیشه با افکار خود درگیر است. وقتی با افکار خود درگیر بود، هیچگاه فرصت برای دیگران نمیگذاره که با دیگران به صحبت داشته باشه، با دیگران بس داشته باشه، بس دیگران رو بشنوه، از مسائل زندگی لذت ببره و همیشه در اجتماع باشه. این افکار برنامه زینیش وسواس های فکری برایش ایجاد کرد، به موضوع نگران بود. یکی مسئله رفتاری از در امر برنامه های رفتاری به صورت مکمل نمایان و آشکار هست که سالمند ما روابط اجتماعیش به صورت مکمل سلب میشه. زمان که روابط اجتماعی ناسلب شد، در جمع دیگه دوست نداره باشه، همیشه انزوا رو برای خود ترجیح میده. زمانی که اینا در رفتارهای رفتاری از اینا هست، اینا معمولا هیچگاه دوست ندارن که بیشتر اوقات باید با دیگران در مجالس های شرکت کنه. اینا ترجیح میدن همون اتاق خود را که با تلاوت قرآن کریم باشن، اینا ترجیح میدن اتاق خود را که همیشه با عبادت خداوند باشن، اینا ترجیح میدن همیشه برنامه زندگی خود را که بعض رفتارهایی را انجام میدن که نسبت به مرگ اینا رو خیلی نزدیکتر میسازه. اینا نصیحت های خود را روی دست میگیرن که ما باید از نصیحت و وصیت خود را داشته باشیم، همه ملک و جایداد خود را برای دیگران تقسیم کنیم تا فردا یک مرگ به طرف ما میمارد و چهار مشکل نسازه. اینا همواره بعض از ذاتی که نزد مرگ است از طریق بر کفن و بر تدفین این مسائل است، اینا رو به صورت مکمل اینا قبل از قبل آماده می‌سازن. این یکی از علائم های رفتاری از اینا هست که مورد مشاهده قرار می‌گیره. خب پس ما هرگاهی که این آلت ها رو در سالمند خود می‌بینیم، باید فوراً در مقابل موضوع اقدامات جدی روی دست بگیریم. زمان اقدامات جدی روی دست بگیریم که سالمند ما بتونه نزد برنامه‌های زندگی لذت ببرن تا دچار مشکلات نباشن، و اگر مرگ از اینا 10 سال بعد به این زمینه رو برایشان مساعد می‌سازه که مرگ احتمال داره در فرصت‌های بسیار کوتاه به اینا رو تهدید کنه و طرف از اینا به و زندگی رو به صورت مکمل اول در اینا مخونه بود بسازن. بله، سپاسگزاریم. حالا یک موضوعی که غیر قابل انکاره بحث ای است که این موضوع برای همگی اتفاق بیفته، مرگ برای همگی اتفاق میفته و در انتظار همگی هم هست، حالا سالمند و جوان نداره. آقا باریکزای، وقتی یک سالمند بیشتر در رابطه با این موضوع فکر میکنه، مثلا اندیشه مرگ بیشتر در ذهن خود داره، خب با ترس همراه میشه، مثلا علائم دیگری در وجودش پیدا میشه و شما صحبت فرمودین که حتی منجر به این میشه که افسرده هم شده در بعضی از شرایط. خب با توجه به این که این واقعیت باید پذیرفت، اگر چنین علائمی مثلا در وجود یک سالمند مشاهده میشه یا حتی مثلا دچار انزوا شده، دیگر او رفتارهایی که با اعضای خانواده خود داشت فعلا نداره و بیشتر ذهنش متوجه مقوله مرگ هست، در چنین شرایطی هم باید گفت که این حالت طبیعی است یا غیر طبیعی؟ یعنی باید نگران باشین در هر حالت یا خیر؟ سلامت باشین.
معمولا در برنامه های زندگی خب معمولا این بعض حقیقت هایی است که باید یک قطار به صورت مکمل هم پذیرفت. مرگ یک حقیقت است که به طرف انسان آمدنی است. قسم قبلا اشاره شد هم در دوران کودکی آمده میتونه، هم در دوران جوانی و هم در دوران سالمندی. ما باید نسبت به موضوع به صورت مکمل یک حقیقت را در ذهن خود متجلی بسازیم که این به طرف آمدنی است. اما اگر بسیاری اوقات ما زمینه را اینگونه مساعد میسازیم که گویا مرگ به طرف آمده و ما آسیب های زیر قبل از قبل تجربه میکنیم، یک علامت طبیعی نیست بلکه یک علامت غیر طبیعی است که آسیب ها را به صورت مکمل در اینجا وجود آورد. در این هم قانون خانواده به صورت مکمل نقش برازنده خود را داره. در قانون خانواده ها معمولا بعض صحبت های اینجا ها مطرح میشه، بدل از این مطرح میشه که بابا سن شما در سن بالای رسید، وقتی سن شما در سن بالای رسید در شرایط امروز که ما زندگی میکنیم این همه سیالی و شریکایی که مورد بس است، مرگ شما چی خواهد شد؟ بعد از مرگ شما ما این همه نان و همه چیزهایی را که از دیگران خوردیم چگونه پس دوباره برای دیگران بتیم، چون قانون عرضه و تقاضا هست. خب پس این زمینه برای مساعد نیست که سالمند نسبت به موضوع کمی نگران باشه و ما نگرانی رو بهش نزد و مسئله آگاهی برشنان دادیم و خود ما با دست خود زمینه را برای یک سلسله مشکلات از اینا هم مساعد ساختیم. نکته دوم، معمولا ما در قانون خانواده بسیاری اوقات زمینه را اینگونه مساعد میسازیم و سالمند خود میگیم که پدر وقت شما نسبتا در سن بالای رسیدین، بیا این ملک که از شما مانده ای را به صورت مکمل وصیت نامه خود را داشته باش، این را برای ما به صورت مکمل هم تقسیم کو. زمان که میگم تقسیم کو، خب از امیدهای زندگی به صورت مکمل کمی سازم. این با دست خود این همه زحمات را کشیده بود، حالا به مرگ خود را تسلیم میکنه که گویا مرگ به طرف ما آمدنی است و حتما میای بعد از اینکه این همه اطرافیان برای ما بازگو میکنه که شما وصیتتان را داشته باشین تا دیگران از حق میراث شما برخوردار باشن. اینجا ما اینا را آسیب میزنیم. نکته سوم، معمولا بسیاری اوقات ما برای اینا هم دوره های زندان را یاد میکنیم که این هم دوره های شما چی شد، چی مردایی بودن، چی کسانی بودن، خدا رحمتشون کنه همشون رفت. ما نسبتا لیست مرگ رو برای اینا نزدیکتر میسازیم که تا اینا در نگرانی های اساس به سر برن. و نکته چهارم، بسیاری اوقات که سالمند از طرف قانون خانواده حمایت های قانون خانواده را نداره. سالمندی که نسبت به قانون خانواده حمایت های خانواده را داره میفهمه که پسر ما جمله پسر است، اگر فردا یک ما با پای خود رفتار کرده نمیتونم، میتونم بر به صورت مکمل هم جمع کنه و از من مراقبت داشته باشه. در آینده هایی که مریضی های دوال بمیشه مشکلات ما رو به صورت مکمل حل میکنه و در آینده هایی که اگر کدام تکلیف و مشکل باز هم دوباره مرا تهدید کرد، فرزندان و قانون خانواده است، میتونم با همکاری یک دیگر مشکل مرا برچیده و مشکل مرا حل کنه. اما اگر اینا نسبت به فرزندان نگاه میکنن که فرزندان نسبت به موضوع کم انکار میکنن، کم بی تفاوت هستن و همیشه به زندگی خود مصروف هستن و اینا توجهی ندارن، اینجا زمینه مرگ اندیشه در اینا بیشتر تر میسازن و اینجا دچار یأس و ناامیدی بیشتر میشن. بله، تشکر میکنیم آقای بارکزاده عزیز و تشکر ویژه از توجه شما عزیزان. میان برنامه آماده نشر است، ببینیم و بعد از او بخش پایانی برنامه را فراموش نکنید. مجدداً خوش آمدین دوستان عزیز و بخش سوم برنامه است. همچنان صحبت ها در رابطه با اینکه چگونه بتونیم از اضطراب هایی که در وجود یک سالمند در پیوند به مقوله مرگ پیدا میشه جلوگیری کنیم. در خدمت شما عزیزان هستیم با اتفاق آقای بارکزایی عزیز. خوش بکنم. آقای بارکزایی، اطرافیان فکر میکنم یک نقشی میتونن داشته باشن برای اینکه بتونن این اضطراب ها را در وجود یک سالمند حداقل برسانن، یا اینکه حداقل کاری کنن که شرایط در زندگی یک سالمند به حالت عادی برگرده و جلوگیری کنن از اضطراب های بیش از حدی که شاید در بعضی از موارد منجر به افسردگی هم حتی شود. سلامت باشین. در برنامه زندگی چی قانون بسیار جالب را از زندگی داره. گاهی اوقات ما نیاز به بزرگان خود داریم تا اونا زمینه را برای ما مساعد می‌سازن، ما را بزرگ بسازن، و بعض دوباره بزرگان ما نیاز به ما دارن که ما زمینه را مساعد می‌سازیم تا از اونا حمایت های داشته باشیم. اینجا هم در مقابل جلوگیری از استراب یا ترس های خود مرگ در سالمندان ما دو روی کرد بسیار زیبا رو روی دست می‌گیریم. یکی روی کرد معنویت رو روی دست می‌گیریم، مشکل ما را حل می‌کنه در باب مثلا. یکم روی کرد های مادی رو در نظر می‌گیریم، روی کرد های مادی هم مشکل ما را حل می‌کنه. اول در مورد روی کرد های مادی مساله صحبت می‌کنیم. خب معمولا سالمندان زمان در سن سالمندی میرسن، اینا امید خود را نظر به افراد دیگر در جامعه از دست میدن. این یک امر طبیعی از در وجود سالمندان ما، چون اینا در سن سالمندی رسیدن، اگر مریضی خورد ریزم های دال از اینا میشن نسبت به دیگران اینا امید ندارن. اگر گویا یک محرک زیان‌آور اینا رو تهدید میکنن نسبت به دیگران امید نداره. ما بسیاری اوقات میتونیم در همون برنامه زندگی بعض امیدها رو بیاریم برای سالمندان خود هدیه بدیم و سالمندان ما نسبت به برنامه زندگی امیدهای زیاد رو داشته باشن. مثلا چی کنه؟ سالمند ما از لحاظ ناحیه چشم دچار مشکل است، چشمش دیدش خیلی کم است، اما سنش هم در سنهای 75 رسیده یا در سالهای 80 رسیده. اگر قرار باشه ما برش بگوییم که حالا بابا در این سن 80 که رسیدی دیگه چی میکنی، این عمل چشم رو و چشم شما رو ما عملیات کنیم، این در آینده شما رو با مشکل مواجه میسازه، بگذار چند روز دیگه هم از عمر شما باقی مونده، ایره با همین
چشم پیش بر من در اختیارت قرار دارم، دستت همواره میگیرم، مشکلات رو حل میکنم. ما در ذات خودش یک ناامیدی رو به صورت مکمل در سالمند ایجاد کردیم، در حالی که مشکلش چند برابر هم ساختیم. هم اگر زمینه رو مساعد کردیم، سالمند ما در سن 80 زندگی هم میتونه چشمان خود را عملیات کنه، از دو برنامه زندگی دیدی بسیار زیبا داشته باشه، اینا هیچ دچار مشکل نیستن، میتونه کار خود به صورت مکمل هم پیش برن. یا از لحاظ ناخی پا اینا دچار مشکل هستن، نیازمند بعض عملیات هستن و ما میگیم که نه، شما نزد به سالمندی رسیدین، این از ناحیه پای از بعض خصوصیات های جسمانی شما دچار تکلیف های بیشتر میشین، از این مسئله به صورت مکمل شما بگذرین و این کار نکنین. اینجا امید رو به صورت مکمل قطع میکنیم، زمان که امید رو قطع کردیم اینا رو دچار مشکل میسازیم. نکته دوم در همه مسئله از لحاظ کرکتر مادی موضوع، ما بسیاری اوقات هیچ نیاز نسبت به مسئله نداریم که بعضی از گزارش های مرگ عزیزان سالمند خود را بیم برای سالمندان خود در روخشان بکشانیم. امواره زمانی که با اینا میشنیم، با اینایتون گناه صحبت خواد کردیم که خدا رحمت کنه این آقا را، خدا رحمت کنه این آقا را، خدا رحمت کنه این آقا را، به صورت مکمل رفتن، دوستان شما رفتن، شما به صورت مکمل تنها موندین. اگر اینا خواهان سوال از ما شدن، در بعضی جاها میتونیم جواب موضوع رو بگیم، اما تا زمانی که اینا خواهان سوال نشدن، ما اصلا جواب موضوع رو برشان گفتن نمیتونیم، به صورت مکمل هم از مسئله کنار میریم تا اینا نسبت به مسائل مرگندیشی خود دچار آسیب های روانی نشن. این از این لحاظ باید تسی موضوع در نظر بگیریم. نکته سیم در همه برنامه های مادی، خب امروز بعضی از عزاداری های بسیار طولانی هم زمینه را برای استرابات از این مسئله مساعد می سازن. ما عزیز خود را از دست دادیم، یک سال مکمل در کانون خانواده تلویزیون رو روشن نمی کنیم. ما عزیز خود را از دست دادیم، سالهای متمادی پسر هم لباس مشکی می پوشیم. ما عزیز خود را از دست دادیم، همواره سعی می کنیم خنده ها را به صورت مکمل از لبان خود برچینیم، دور بسازیم. خب ما فضای کانون خانواده را به یک فضای بسیار غم‌آلود آماده ساختیم. زمانی که قانون خانواده رو به فضای غم‌آلود آماده ساختیم، محرک سیاسی هم تحت عنوان مسئله مرگ بود. این خود به خود اندیشه را در ذهن هم جوانان ایجاد میکنه، هم در ذهن سالمندان، که مرگ یک پدیده خیلی خطرناک است، مثلا انجام شما را به مشکلات مواجه ساختن میتونه. یا نکته دومی که بسیاری اوقات ما بعضی از خرج و خراج های بسیار گزاف را در قانون خانواده داریم، هم عزیز خود را از دست دادیم، چندین گوسفند و گاو سر میبریم تا بتونیم مجالس های خود را به صورت شان و شوکتش به صورت مکمل خوبتر هم برگزار کنیم. این زمینه را برای این مسئله مساعد میسازد که سالمند ما نسبت به موضوع نگرانی ایجاد شود. وقتی نگرانی ایجاد شد، از موضوع جلوگیری نکردیم. اگر این مسئله را به صورت مکمل جلوگیری کردیم، سالمند ما دیگر نسبت به ماهیت مرگ اندیشی هیچگاه نگران هم نیست. نکته بعدی در همه مسئله از لحاظ بود مادی موضوع این هست که سالمند ما احساس کنه که ما گویا متعلق به قانون خانواده هستم و این قانون خانواده تا آخر برنامه عمر از ما میتونن حمایت های خود را داشته باشن، هم حمایت های عاطفی خود را دارن، هم حمایت های رفتاری خود را دارن. اگر در اینجا سالمند احساس میکنه که نه، بچه ها بعد از ما دو چهار یک سلسله مشکلات میشه و مشکلات از اینا به خاطر ملک و جایداد ما است، اینا رو با آسیب ها مواجه میسازه، سالمند مون زد مثلا خیلی نگران میشه و خود را دچار مشکل میسازن. اینا از جمله موارد است که باید مسئله در نظر گرفت و زمانی که موضوع در نظر گرفت، سالمند ما هم امیدواری پیدا میکنه و هم نزد موقعیت مرگ اندیشی خود خیلی اساس تر هم هست و استرابات به طرفش هم هیچگاه مواجه نمیشه، پیدا هم نمیشه. از لحاظ کرکتر معنویت موضوع بار بسیار زیبایی را در خود داره و این میتونه واقعا مسئله مرگ اندیشی را در مخ خیلی آسان تر بسازه و از ترسای به صورت مکمل هم جلوگیری کنه. خب معمولا امروز خوشبختانه به اساس بسترهای دین مبین اسلام ما به این باور هستیم که مرگ آغاز برنامه زندگی نیست، انسان بعد از مرگ زنده میشن، حساب کتاب است، پس دوباره میتونن انسان زندگی کنن. این زندگی یک زندگی آزمایشی است. خب ما این ماهیت یا این فهم در ذهن ما میتونه خیلی انرژی بسیار زیاد را ایجاد کنه و ما اگر نسبت به موضوع با عقیده های راستین خود مسئله را پیش ببریم، اگر در قسمت مسئله متردد هستیم که این موضوع چی میشه، آیا این موضوع است یا این موضوع نیست، خب این متردد بودن زمینه را برای ترس ها و استرابات مساعد میسازن، ما را دچار مشکل میسازن. نکته دوم در همه برنامه های معنویتش، یک موضوع یا یک مقوله را همیشه برای خود این گونه بپذیریم که انسان ها اگر در بود کرکتر فردی هر کار را انجام میتن، آسیب هایش را خودشان تجربه میکنن. به طور مثال غذا اضافه خوردن، به طور مثال خالکوبی در بدن خود کردن، به طور مثال همواره ثروت خود را به قمار زدن باختن، به طور مثال موتر خود را برای دیگران دادن. اینا در بود فردی بود، الان کاری که اینا انجام دادن اینا میفهمن، خودشان میفهمن و آسیب هایش خودشان تجربه کردن. و انسان ها همیشه همواره در بود اجتماعی نباید مشکل برای دیگران خلق کنه. به طور مثال معلم از سر صف 15 دقیقه ناوقت میره، این یک ظلم اجتماعی است. یا به طور مثال پل رو خراب میکنیم تا دیگران از پل به صورت مکمل رفتار نکنن. یا در سطح وزارت ها کار میکنیم، همیشه در رشوه، در دامن رشوه مواجه هستیم. یا بعضی کارها رو در سطح اجتماعی انجام میدیم، این دیگه واقعا عقل ناس است که خداوند خودش باز از شما پرسان خواهد کرد. ما از لحاظ بار معنی موضوع این نکته رو در نظر بگیریم که در بود فردی هر اون چیز را انجام دادیم این بر بود خود ماست، اما در بود اجتماعی نباید موارد را انجام بدیم، بدلی که پرسان کردن زی خیلی برای ما بزرگ است و جواب دادن زی خیلی بر ما دشوار است. این نکته در نظر بگیریم. از لحاظ بود معنویت، بسیاری اوقات ما در هر برنامه زندگی بعضی کارهای خود را سر جاش خیلی خوبتر انجام دادیم. نماز خود را به صورت مکمل خوبتر انجام دادیم، روزه را همیشه ازش استقبال
کردیم با در نظر داشت برنامه‌های سی وجود ما اگر مشکل داشتیم دید و بینستون زود مثلا بس های خود را همیشه داشته و حرفای خود را نزد موضوع داشته همیشه سعی کردیم در برنامه زندگی عقیده گران را تلف نکنیم و هیچ گونه نزد برنامه معنویت زندگی کمی کاستی در ما نیست حالا زمانی کمی کاستی در ما نیست ما دیگر در برنامه زندگی ماموریت خود را خوبتر انجام دادیم و نسبت به ماهیت مرگم نگران نیستیم و این موضوع را سرانجام انجام دادیم این نکته را باید در نظر گرفت یکی از مسائلی که در همه برنامه‌های مرگ ما را بتونه خیلی کمک کنه مسئله مرگ‌اندیشی است مرگ‌اندیشی را همیشه جزء برنامه‌های زندگی خود قرار می‌دهیم حداقل اگر نتونستیم در 24 ساعتی موضوع مرگ‌اندیشی در خودش را باشیم در 72 ساعت یک بار نسبت به مثلا نگاهی می‌کنیم خب میگیم این همه بزرگانی که در جهان بودن آمدن پس دوباره رفتن زندگی برای ما گذاشتن ما هم وقت ما پراشت میریم زندگی برای دیگران می‌گذاریم این یک مسئله طبیعی است این یک روند طبیعی است می به طرف ما آمدنی است و ما میریم و سرانجام ما چی کار را باید انجام داد تا در آینده از ما استقبال شود هیچ نیاز نیست که باید همگی در برنامه زندگی نخبه باشن همه یک کار بسیار مهم را در جامعه انجام تن نوآوری زیبا را داشته باشن تا نام از اینا در تاریخ ثبت شود هر کس میتونه نسبت به مسابقه زندگی خود تاریخ خود را خودش با دست خود بسازن ما اگر در هر برنامه زندگی فرزند بسیار خوب تقدیم جامعه میکنیم این در ذات خودش زمینه را مساعد میسازه که از ما استقبال و یادآوری بسیار خوب صورت میگیره ما اگر در جامعه گلگوی بسیار خوب بودیم از لحاظ صداقت خود این یک امر بسیار خوب از کار خود را خوبتر انجام دادیم ما در مسلک خود صادق بودیم صادق بودن ما هم برای ما زمینه را مساعد کرد که ما همیشه مورد یاد بود دیگران قرار بگیریم این جمله موارد است که ما انجام میدیم و یک موضوعی که همیشه در مرگ‌اندیشی میتونه سالمندان ما خیلی کمک کنه ما باید از مردگان خود همیشه یادآوری کنیم و همیشه اونها را مورد احترام قرار بدیم گاهی اوقات به مزار از اونها بریم همیشه دعاها را در موردشون داشته باشیم خیرات ها و نیازهای معنوی را بشه در کنون خانواده ایجاد کنیم اینا امیدواری ها را برای سالمندان ما بیشتر ایجاد میکنه سالمندان ما میگه که اگر فردای ما در زندگی نباشم کسانی هستن که از ما یاد بودم کنن هم اگر در مورد موضوع این بود که ما حق از اینا را تلف کردیم حقشان را خوردیم و در فکر از اینا هم نبودیم و همیشه زمینای مرگ و برای اینا مساعد ساختیم خب اینا از موضوع نگران هست بلکه ما کاری هم کرده نتونستیم بله تشکر سپاس در کنار ای که اعضای خانواده یا اطرافیان سالمند یک نقشه بسیار پررنگ و مهمی دارن فکر میکنم آقای باریکزایی خود شخص سالمند هم باید یک مقدار حالا قبول شخص سن و سالش بالا میره در شرایط ای بیشتر وجود داره که مرگ در وجود او بیشتر پذیرا باشه حالا چه در ذهنیت چه در وجودش ولی باید یک سری از رفتارها و کنشهای خود نسبت به این مقوله و جامعه‌ای که با او زندگی میکنه تغییر بده تا اینکه پذیرش این واقعیت در وجودش آسان‌تر شود چه کارهایی هست حالا حتی یک تفکر ساده چه کارهایی هست که باید یک سالمند انجام بده برای که واقعیت مرگ یا پدیده مرگ برایش زجرآور یا یک پدیده بسیار ترسناک نباشه نه بسیار عالی سالمند خب معمولا با همو افکار و باورهای دوران جوانی خود زندگی خود را پیش میبره و باورها و افکار دوران جوانیش هم ناشی از اون باورها و دوران افکار کودکیش بوده که زمینه برای این موضوع مساعد ساخته متاسفانه در جامعه ما افغانستان ما بعضی چیزها را خوبتر روی دست نمیگیریم و اگر روی دست نمیگیریم اشتباه روی دست میگیریم تا بتونیم مرگ‌اندیشی برای سالمندان خود و برای دیگران هم داشته باشیم بچه‌ها معمولا زمانی که در سن کودکی هستن در بعض مجالس ها باید اینا شرکت کنند و در بعض مجالس ها اینا برده شوند در بعض مجالس های که اینجاها جنازه هست اما در این جنازه سعی کنیم که عزاداری ها بیشتر نباشه گریه ها بیشتر نباشه تا اینا را از لحاظ باب کرکتر روانی آسیب نزنه همو اینا با ماهیت مسئله آگاهی حاصل کنند که یک مرگ حقیقت است مرگ به طرف انسان آمدنی است و اون هم مراسم مرگ است که میتونه همیشه مراسمش تطبیق شوه و سرانجام انسان را به مو خانه ابدیتش میبره و انسان دچار مشکل نشه زمانی که در دوران کودکی این ماهیت یا این اندیشه را به صورت مکمل از ذهن خود دور کردیم و هیچگاه برای بچه های خود یک ترس را ایجاد نکردیم که شما شب دیگه تنها نرین بدل که مرگ فلان را شما نگاه کردین ما آگاهانه این موضوع را با بچه های خود را میترسانیم چرا در جامعه اروپا از مرگ نمیترسن در حالی که مرده های خود را اونا در یخچال نگهداری میکنن به مدت هفته ها و به هر شب که دلشان شد به تنهایی میرن پس دوباره از یخچال بیرون میکنن با مرده های خود صحبت دارن بس دارن هم متاسفانه در سرزمین ما افغانستان هم نسبت به ماهیت مرگ چی که میاندیشن نسبت به مرده ها خیلی میاند اینا میترسن و نسبت به مرده خود را همیشه نزدیک نمیسازن ما بچه ها را زمانی در بعض از مجالس ها بردیم در دوران کودکی شجاعت و مقاومت از اینا خیلی بالا میره زمانی که مقاومت و شجاعت از اینا بالا رفت در دوران جوانی زمینه برای مرگ اندیشی از اینا خوبتر مساعد میشه و سرانجام زمانی که در سالمندی رسن خود را دچار مشکل نمیسازن خب پس ما در دوره های سالمندی بعضی چیزها را روی حقیقت ها باید از بپذیریم که این حقیقت ها به طرف انسان آمدنی است مثل که شب یک حقیقت است مثل که روز یک حقیقت است مثل که سفید بودن یک حقیقت است خب مرگ هم جز یک حقیقت برنامه های زندگی است به طرف انسان میاد ما نباید مرگ را به همیشه به سن محدود کنیم مجرد که ما در سن سالمندی رسیدیم بگوییم که دیگه اول ما در قطار کسان قرار گرفتیم که مرگ انتظار ما را میکشه نه ما باید اینگونه فکر کنیم که هنوز هم در این برنامه های زندگی ماموریت داریم باید ماموریت خود را به صورت مکمل خوبتر انجام بدیم حالا اگر سالمند هستی
هستیم، چیزی به نام تم، چیزی به نام هرس در ما هنوز میلان داره. به دلیل که انسان‌ها زمان در سالمندی میرسن، هرس از نو خیلی نسبت به جوان‌ها بیشتر میشه و اینا نسبت به مسائل زندگی خیلی هم حریص میشن. اما باید در دوران سالمندی موضوع رو بپذیریم که این حریص بودن ما رو به مشکل مواجه می‌سازه، مرگ به طرف ما بدن نیست. اما همه حساب کتاب ما به صورت مکمل هم آماده است و تمام است. در گام دوم ما بسیاری اوقات بعضی کارهای خود را در برنامه زندگی ناتکمیل نمانیم، بدل از این ناتکمیل نمانیم که بعضی کارهایی که در صلاحیت ماست اینا رو انجام بدیم، اما بعضی کارهایی که در صلاحیت ما نیست از انجام دادن از اینا به صورت مکمل ناتوان هستیم. زمینه رو این گونه مساعد میکنیم که برای بچه های خود میگیم که اگر ما روز در جهان نبودیم شما ماموریت ما رو انجام بدین، این راه ما رو شما تعقیب کنین. اما بعضی کارهایی که در صلاحیت ما هست اینا رو به صورت مکمل خود ما انجام میدیم، مثل که بچه های خود به صورت مکمل به حق میرسانیم و همیشه سعی میکنیم از دیگران بدی کار نباشیم. همیشه در برنامه زندگی سعی میکنیم که ما رفتار اجتماعی خود رو خیلی خوب در تفسیر کرده سر جاش انجام بدیم تا دچار مشکل نباشیم. موارد هستن که مشکل ما را حل میکنه. و یک موضوعی که در مرکز اندیشی اگر نسبت به موضوع خیلی نگران نباشیم، باید در بعض از مجالس ها همیشه شرکت کنیم. باید از ما بعض قبرها را بریم ببینیم، بعض در تشییع جنازه ها شرکت کنیم، جنازه ها رو به صورت مکمل بس قرار بدیم و مرکز اندیشی هم جزء برنامه های زندگی خود، جزء برنامه های کتابخوانی در همه زندگی ایجاد کنیم. و نسبت به موضوع باید از مطالعه داشته باشیم، بندیشیم تا نزد مرگ ترس نداشته باشیم. و به خصوص در سن سالمندی و اطرافیان در اینجا نقش بسیار مهمی خود را داره تا زمینه ها را مساعد بسازن تا سالمندان هیچگاه اضطراب مرگ را اینا تجربه نکنن و با اضطرابات مرگ به سر نبرن. بله، سپاسگزاری میکنیم آقای باریزعی عزیز، زنده و سلامت باشن. در پایان اگر احساس میکنین که پرسشی باقی مانده که من بیان نکردم، میتونین که صحبت کنین، اگر نه که از حضور گرم شما خدافظی کنین. سلامت باشین. یک موضوع خدمت ازتون تقدیم میکنم عبارت از مسئله هست که معمولا امروز مرگ را، مرگ اندیشی را در کانون خانواده جزء دیگر برنامه زندگی خود قرار بدیم و هیچگاه زمانی که مسئله مرگ بس میشه با فرزندان خود نگوییم که شما این بس را مورد بس قرار ندین. مرگ یعنی چی؟ شما در شب روز از مرگ یادآوری میکنین. مرگ هم دیگر حقیقت خود جز برنامه های زندگی باشه و همیشه ما نزد موضوع آگاهی خود را مکمل داشته باشیم. بله، سپاسگزار میکنیم. تشکر از صحبت ها و بیانات بسیار زیبای شما. موفق باشید. دوستان عزیز، تشکر از توجه شما عزیزان. برنامه ما در همین جا به پایان رسیده و امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه، با این امید که همه سالمندان و کسانی که در جامعه ما به سن کهوله رسیدن سلامت و در آسایش کامل زندگی کنند. و همه ما البته با توجه به صحبت هایی که آقای باریزعی عزیز داشتن، قطعا باید در رابطه با مرگ اندیشه داشته باشیم. البته اندیشه مثبت، نه همراه با ترس و لرز، که این ترس و لرز منجر به افسردگی در وجود ما شود. برای همه شما عزیزان آرزوی صحت و سلامتی میکنم و تا دیداری بعد و برنامه دیگر شما عزیزان به خداوند یکتا میسپارم. خداوند یار و مددگار همه شما.